خدمتتون عرض کردیم که به چه صورت شما میتونید رنگ صفحه کاری خودتون رو فضای کاری خودتون رو تغییر بدید من اومدم رنگ فضای کاری رو به حالت لایت تغییر دادم اما مسئله ای که هستش اینه که صفحه رسم من به همون حالت دارکی که به صورت پیشورز و اولیه تعریف شده باقی مونده شاید شما مد نظرتون باشه که رنگ این صفحه رسم رو هم تغییر بدید حالا ممکنه به حالت لایت باشه یا میتونید هر رنگ دیگه ای رو هم اعمال بکنید که چون قسمت میخواید نحوه تغییر رنگ صفحه رسم رو خدمتتون آموزش بدید برای این کار من وارد منوی نرم افزار میشم به گزینه آپشنز کلیک میکنم تا پنجره آپشنز برای من باز بشه توی پنجره آپشنز من از تب های متفاوتی که برای من مشخص شدن وارد تب دیسپلی میشم با کلیک کردن شما میتونید وارد تب های متفاوت بشید در قسمت تب دیسپلی دنبال گزینه یا کالرز میگردم به این صورتی که در این قسمت مشاهده میکنید من میتونم کالرز رو پیدا بکنم روی اون کلیک میکنم صفحه جدیدی برای من باز میشه که از بخش های مختلفی تشکیل شده من قسمت کانتکست رو دارم قسمت اینترفیس element رو دارم گزینه های متفاوت رو در این بخش میتونم مشاهده بکنم و بخش پریویو رو در این قسمت از صفحه برای این پنجره من میتونم داشته باشم برای حالت آموزش مقدماتی ما قصد داریم موارد مهم این صفحه رو خدمتتون توضیح بدیم چون باقی مواردی که در این صفحه قرار گرفتن مربوط به قسمت تنظیمات پیشرفته هستش و برای ابتدای کار که هدف ما هم تغییر صفحه رنگ زمینه هستش این موارد کار یانچنانی رو ندارم. خب بریم با هم دیگه رنگ صفحه رسم رو تغییر بدیم برای این کار من از قسمت کانتکست روی 2D model space کلیک میکنم که به صورت پیشورد این حالت انتخاب شده از روی اون گذر میکنم در قسمت interface Element روی عبارت یونیفرم بکگراند کلیک میکنم این مورد هم به حالت پیشورز انتخاب شده بعد از اینکه این دو مورد را انتخاب کردم وارد قسمت کالر میشم روی این قسمتی که مشاهده میکنید کلیک میکنم یک لیستی از رنگ های متفاوت رو من میتونم داشته باشم و انتخاب بکنم رنگ هایی که به صورت پیش برای من آماده شدن و اسامی آنها در مقابل آنها قرار گرفته و یک نمایشی از رنگ رو در مربع کنار اون من میتونم مشاهده بکنم. سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که ممکنه رنگی که مد نظر شما هستش در این لیست قرار داده نشده باشه. در این صورت راه حل به چه صورته؟ فقط کافیه روی عبارت Select کالر کلیک بکنید. پنجره جدیدی برای شما باز میشه که انواع مختلفی از های انتخاب رنگ رو برای شما داره ما در قسمت تور میتونیم حالت مدل رو انتخاب بکنه و چه به صورت پیشورز هسته شما میتونید اون رو به RGB تغییر بدید که حالت کودهای رنگ جامعه هستش بین صفر تا 255 میتونید موارد مختلفی رو وارد بکنه تا به رنگ مطلوب خودتون برسید از قسمت HSL بیاید و با, با انتخاب محورهای متفاوت و صفحات بخشهای متفاوت رنگهای متفاوتی رو در این قسمتی که دارید میتونید مشاهده بکنید یا میتونید این حالت که برای انتخاب رنگ مشخص شده رو با کلیک کردن و نگه داشتن به بخشهای مختلفی منتقل بکنه. خب قسمت ایندکس کالر رو هم داریم که سری رنگ های مربوط به اتوکد هستش که به صورت از تعیین شده و شما از این قسمت هم میتونید رنگ ها رو انتخاب بکنید و یا از قسمت کالر بوکس بیایید و رنگ مد نظر خودتون را از بین کتاب های متفاوت رنگ به حالت های مختلف دستبندی در دستانده متفاوت قرار گرفتن انتخاب بکنید و موارد متفاوتی رو داشته باشید خب من میام از رنگ های پیش فرض استفاده میکنم چون رنگ خاصی مد نظرم نیست که وارد بکنم میام و همین عبارت وایت رو انتخاب میکنم میخوام حالت وایتی که برای صفحه رسم قرار میدم با حالت لایتی که برای فضای کاری مشخص کردم یک حالت یک نواختی رو داشته باشه انگار, تو انگار تمام فضای کاری ما با حالت لایت تغییر پیدا کرده وقتی روی وایت کلیک میکنم پیشنمای شما به همون حالتی که من مشخص کردم تغییر پیدا میکنه این پیشنمایش بسیار مسئله مهمی هستش توی زمینه تغییر رنگ های موجود که شما میتونید به صورت نمایش اولیه یه صفحه رسم خودتون رو مشاهده بکنید بعد که به حالت دلخواه خودتون دست پیدا کردید کافی روی اپلای ان کلوز کلیک بکنید من این کار رو که انجام میدم بدون اینکه روی اوکی کلیک بکنم در قسمت پنجره آپشن میتونم مشاهده بکنم که صفحه رسم رو من تغییر پیدا کرده به این صورتی که میبینید خب من ریاکی کلیک میکنم تا صفحه رسم رو بهتر بتونم مشاهده بکنم زوم میکنم و میتونم علمان های متفاوتی رو به همون حالتی که مد نظرم هست مشاهده بکنم و استفاده بکنم اما یک مسئله ممکنه به وجود بیاد ممکنه شما بخواید که حالت تغییر رنگی که برای صفحه رسم مشخص کردید به حالت پیشفرز تغییر پیدا بکنه. منظور به اون حالت نیستش که شما برید و صفحه رنگ رو زمینه اون رو به حالت مشکی تغییر بدید. میخوام دقیقا مثل حالت اولیه و پیشفرز تغییر پیدا بکنه. به این صورت ما به چه صورت میتونیم کار رو انجام بدیم؟ برای این کار من وارد همون بخش تعیین رنگ صفحه رسم میشم در قسمت Colors در قسمت Uniform Background به جای انتخاب رنگ روی عبارت Restore Current Element کلیک میکنم یعنی بازگرداندن حالت اولیه برای این المانی که من در این قسمت انتخاب کردم روی اون کلیک میکنم مشاهده میکنید پریویو به حالتی هستش که حالت مطلوب من رو دارا هست روی اپلای اند کلوز کلیک میکنم بعد روی اوکی کلیک میکنم تا این پنجره رو دیگه مشاهده نکنم مشاهده میکنم که کار انجام گرفته اما یک مسئله هستش یا بهتر بگیم دو تا مسئله هستش در این قسمت اول اینکه شما این رو به صورت واضح بکنم متوجه شدید که حالت نشانگر موز به رنگی در اومده که به حالت اولیه نبوده من میتونم اون رو به حالت مشکی مشاهده بکنم در صورتی که به صورت اولیه یک نشانگر موس باید اون به حالت سفید باشه چرا این اتفاق افتاده وقتی که ما اومدیم صفحه زمینه رو به رنگ سفید تغییر دادیم نرم افزار تشخیص داد که اگه نشانگر موس به همون حالت سفید رنگ باشه خب دیگه طبیعتا شما نمیتونید مشاهده بکنید که نشانگر موس در حال حاضر روی صفحه سفید در کدوم بخش قرار داره پس به صورت پیش فرض ما یک لطفی برای ما انجام داد و رنگ رو به حالت مشکی برای نشانگر موس تغییر داد اما وقتی که ما اومدیم صفحه رنگ رو به حالت اولیه خودش تغییر دادیم چون حالت اولیه‌ای که برای این صفحه رنگ مشخص شده رنگ مشکی کامل نیست شما قادر به مشاهده نشانگر موس هستید دیگه نایمد این تغییر رو اعمال بکنم. ما میتونیم این تغییر رو به صورت دستی انجام بدیم حالت اولیه رو برای نشانگر موس هم داشته باشیم دقیقا به همون بخش وارد میشیم در قسمت element روی کراس هرز کلیک میکنم وقتی که روی این مورد کلیک کردم من میتونم رنگ اون رو انتخاب بکنم اما چون حالت اولیه مد نظرم هست روی همون عبارت restore current element کلیک میکنم روی Apply and Close، اوکی okay. به ترتیب کلیک میکنم مشاهده میکنید این کار انجام گرفته یک مسئله دیگه هم در این قسمت اتفاق افتاده من یک حالتی رو در این قسمت میتونم داشته باشم یه سری هستش که شما مشاهده میکنید مربوط به حالت نمایش هست که این به حالت مشکی در اومده در صورتی که اگه دقت بکنید در حالت اولیه به رنگ سفید هستش این مورد هم مثل همون حالت نشانگر موز هستش که نرمافزار رنگ اون رو تغییر داده پس نیاز هستش که این مورد رو هم ما رنگ اون رو به حالت اولیه تغییر بدیم برای این کار به همون قسمت مد و نظر خودمون که برای تغییر رنگ بود مراجعه میکنیم در قسمت element روی viewport control کلیک میکنیم که مربوط به همون حالت موارد کنترلی سمت چپ بالای صفحه قرار داده Restore current, element رو, restore current element رو من انتخاب میکنم پریویو رو مشاهده میکنید که دقیقا همون رنگ مد نظر ما قرار گرفته apply اوکی okay. و مثل اینکه تمام مواردی که مد نظر بود نسبت به تغییر رنگ صفحه رسم رو ما اعمال کردیم از از صفحه رسم این صورت تغییر پیدا کرده ما کار رو یک بارچه بکنیم تا نما به اون حالت مطلوب اولیه خودش bergerde